محسن درود دوباره، ممنون، لطف کردی بازم به من وقت دادی. آمین جان، در مورد دو تا از برنامه هاتون بود، یکی این که مناظره مهمان کمونیستتون بود، به نظر من از یه مغالطه استفاده کردم، میخواستم بدونم واقعا فکر من درسته، نظر من درسته یا نه، شما راهنمایی کنید. تو این مناظره مهمان، حالا من اسمشون نمیبرم، از شما و مجری برنامه پرسیدن چرا شما نباید خونه داشته باشید، چرا شما نباید زمین داشته باشید، در صورتی که ما میدونیم کمونیست خودش میگه که آقا زمین و خونه و کارخونه و ابزار تولید اشتراکیه و شخصی نیست، مالکیت خصوصی نداره. آره، ولی این چند سال گذشته تعریف کمونیست انقدر بالا پایین شده که ما دیگه نمیدونیم کمونیست اصلا دیگه چی هست. بله، اما تو برنامه رو من دارم خدمتتون آره. میگم، میخوام ببینم آیا این بهش صدق میکنه این دایره باطل یا نه. بستگی داره که این کسی که به خودش مغالطه دایره باطل. شما ببینید، شما مشکلتون اینه که یه نفر داره میگه که یه کمونیست داشت به ما میگفتش که ما باید بتونیم زمین داشته باشیم، ولی شما میگین که شما دارین، شما کمونیستین، بر اساس عقایدتون اصلا کسی نمیتونه صاحب چیزی باشه. بله، نمیتونه صاحب زمین باشه، چون اینا میگن زمین و کارخونه و ابزار تولید اشتراکیه. خب اینا ممکنه جواب این شخص، من نمیدونم اینجا باشه، اینجا نیست، نمیدونم جوابش چی میتونه باشه، ولی اون شخص ممکن بود جواب بده که ببین مثلا اون آرمان نهایی ماست که به اونجا برسیم، تا از اینجا تا اونجا ما یه سری راه حلایی داریم که باید از سیستم کپیتالیست، سیستم سرمایه‌داری که توش هستیم استفاده کنیم. من خودم زد کمونیستی هستم، خب یعنی همین میخوام برای لایف چت بگم، خب ولی ممکنه اگه یه نفر، من صدام اکو داره، خودت میت میکنی وقتی من صحبت کنم؟ باشه، بذار من میتت میکنم. عالی. ممکنه این به خیلی موقع ها من کمونیستا رو دیدم که مثلا یه راه حلای پیشنهاد میکنن که این راه حلا روشش استفاده از مثلا یوتیوب و روشش از خریدن یه چیزه و روشش از فروختن یه چیزه و بعد خیلی ها میاد مسخرهشون میکنن که هه هه شما کمونیستین، شما دارین با خرید و فروش دارین کاراتونو میکنین، یا اینکه مثلا شما این چیز سیستم سرمایه داری رو استفاده میکنین یا اون چیز سیستم سرمایه داری رو. بعد کمونیست ها معمولا جوابش اینه، خب بالاخره ما تو سیستم سرمایه داری که استفاده میکنیم باید از این سیستم استفاده کنیم تا به اونجایی که میخوایم برسیم. یعنی آره، ما یه زمانی میخوایم به یه جایی برسیم که هیچ چیزی مثلا هیچ چیزی صاحب نداره، همه چی دیکومودیفای شده. خب بعضیاشون نمیگن، همشون نمیگن، ولی تا اون موقع باید بالاخره مثلا فهم کنن تو یه میگن تا مثلا اگه به همه زمین بدیم، همه صاحب زمین بشن، این باعث برابری بیشتر میشه و من به عنوان کمونیست دوست دارم. ولی خب اگه به نهایت اونجایی برسه که من میخوام مثلا هیچ کسی که هیچ کسی صاحب هیچی نیست، مثلا مثال دارم میزنم، نمیگم این حرفش میخوام. نظرت چیه محسن؟ بله، خب ایشون هم که نیست که بخوان دفاع بکنن از نظر شما، فقط من میخواستم اینم، این یه مغالطه بوده در همین حد، به نظر من مغالطه بوده که بگه آقا شما چرا آرمین خودت زمین نداری، پس کمونیست درسته که میخواد همه زمین‌ها رو بگیره و شما تو سیستم کمونیستی زمیندار میشید. این مغالطه زمین... نمیدونم کدوم مغالطه است. مغالطه دایره باطل. دایره سرکولر ریزنینگ رو داری میگین؟ بله بله. نمیدونم چجوری میتونه دایره باطل باشه. ببین این فقط یه تناقض بین عقایدشون و راه حلشونه. بله. نیست؟ دایره باطل نیست. دایره باطل موقعی میشه که نتیجه تون رو
با فرضیتون یکیه. خب دیگه شما فرض میکنید که همه باید دارای زمین باشن. خب بعد از شما میپرسه آقا چرا زمین ندارید؟ بعد میگه تو سیستم کمونیستی شما زمیندار میشید. شما میرید تو سیستم کمونیستی و میبینید که زمین اشتراکیه و زمینی هم که داشتید حتی از دست دادید. خب این تناقضه، این دایره باطلی نیست. دایره باطلی موقعی میشه که مثلا یه نفر میگه مثلا چرا خدا هست؟ میگی برای اینکه تو قرآن گفته. و میگم از کجا میگی قرآن درسته؟ میگه برای اینکه خدا گفته. یعنی از فرضیه میرسی به نتیجه، برای نتیجه میشه فرضیه، نتیجه تو دایره باره. بله خیلی معلوم. یه مورد دیگه هم که داشتم این که توی رد وجود محمد، موجودیت خود محمد، هم شما هم دوستان میگفتید که آقا در زمان محمد هیچ سکه‌ای ضرب نشده و یکی از دلایل عدم وجود خود محمده. من ببین، من عدم وجود محمد رو خودتون میت میکنیم محسن جان، بستگی به تعریفمون از محمده. و اگه محمد اون محمدیه که تو احادیث گفتن و زندگیشو با اون دقت توضیح داده شده، اون محمد رو من میگم وجود نداره. ولی محمدی که اسمش محمد نبوده، لقبش ممکنه محمد باشه و کس یک نفری بوده که یه فرمانده جنگی عرب بوده و دینش اسلام نبوده، دینش یه چیزی بود که بعدن اسلام شده، اون شخص، اون شخصی که عربا رو متحد کرد از شبه جزیره عرب اومد بیرون و اورشلیم رو گرفت، بعدم ایران رو، بعدم به ایرانی ها حمله کرد و به رومی ها حمله کرد، اون شخص وجود داره. یعنی یه نفر بوده که عربا رو متحد کرده. ولی ما عقیدمون اینه که دینش اسلام نبوده، احادیثی هم که دربارش گفته شده به دقیق نیست و زندگیش هم اون زندگی نبوده، جاش هم خیلی شک داریم که کجا بوده. برای همین که محمد وجود داره یا نداره بستگی به این داره که تعریفتون از محمد چیه. اگه فقط اون یک شخصی که عربا رو متحد کرده و یه سری حمله های انجام داده، اون محمد وجود داره. ولی اگه محمدیه که اسلام داستاناشو به این دقت میشناسه و اینقدر حدیث در برش وجود داره و دینش هم از همون اول اسلام بوده، اون محمد وجود نداره. آرمین جان واقعا خوشم اومد، یعنی تو کار مغلطه قشنگ استادی. من اصلا در مورد وجود محمد هیچ بحث نداشتم، گفتم نب... یکی از دلایل شما این بود که در زمان محمد هیچ سکه‌ای ضرب نشده و ما از درست. خود محمد و دوران محمد هیچ سکه‌ای نداریم. من بشم الان میخواستم فقط توضیح بدم که موقعیت ما چیه. من بعد میخواستم ببینم گوش کنم که در برسکه چی میخوای بگی، ولی میخواستم قبل از این که در برسکه بگی، برای کسایی که نمیدونن موقعیت، برای که به نظر میرسه که اینجوری ادامه بدیم بعضیا ممکنه تو لایو چت فکر کنم من اعتقادم اینه که اصلا هیچ محمدی وجود نداشته، من فقط میخواستم این واضح باشه که من موضوعم چیه، بعد ادامه بدیم در برسکه صحبت بکنیم. برای این رو گفتم. بگو. بله استاد، ببینید در قرآن و در تاریخ اولیه اسلام تا زمانی که محمد هست، ما خمس و زکات رو داریم، فدیه رو داریم، جزیه داریم، تمام اینا بر حسب اشیا بیان شده یا حیوان بیان شده و هیچ سکه و مال و نمیدونم انقدر دینار بدید، انقدر نمیدونم نقره بدید و اینا نبوده و همش، و این نشون میده اصلا عرب و اسلام زمان محمد اصلا به پول اعتقادی نداشتن یا شاید اصلا آشنایی نداشتن. ما در باره سکی که صحبت میکردیم در باره زمان امویان صحبت میکردیم، خب که در باره زبان خود محمد صحبت نمیکردیم، ما زبان معاویه صحبت بیشتر خیلی میکردیم و چند تا خلیفه بعدش. خب یعنی تا و اون موقع سکه داشتن، اینا سکه های خودشون داشتن میزدن. خب ما مشکلمون با سکه هایی نبود که زمان محمد سکه، زمان محمد اگه سکه هم بوده یا سکه
امپراتوری ایران بوده یا سکه های رومیا بوده. خب سکه خودشون که نداشتن، عربا که سکه خودشون که درست نمی‌کردن، معلومه که درست نمی‌کردن. خب ما داریم درباره زبان معاویه صحبت می‌کردیم که اینا سکه های رو عربا ساختن، ولی تا حدود 100 سال بعد از مرگ محمد هیچ کدوم از سکه ها اصلا اسم محمد روش نبوده. نه تنها اسم محمد روش نبوده، صلیب هم تازه روش بوده. خب و اون زمانی رو که به نظر میرسه اسلام برای اولین بار ارتودکس شد و قرآن و حدیث و اینا برای اولین بار کانونایز شد، برای ما خیلی جالبه که اون همون زمانیه که برای اولین بار سکه هایی اومد که اسم محمد هم روش بود. برای همین یه مقدار سند قطعی نیست، ولی سندیه که ممکنه پیشنهاد بکنه که اون زمانی بود که اسلام برای اولین بار به یک چیزی، یک اسلام اولیه‌ای که یه مقدار شباهت داشت به چیزی که ما این موقع میشناسیم، اون موقع ها برای اولین بار به وجود اومد، حدود 100 سال بعد از مرگ کسی که حالا ما نمیدونیم اسمش محمد بود یا نبود. البته اینا خیلی فرضیه های خیلی غیر قطعیه، یعنی اینا هیچ کدوم از سندا محکم نیست، ولی موضوع بحث ما اینه که فرضیه این که داستان اسلام هم درسته اونم سند نداره. خب یعنی ما یه سری سندای خیلی غیر قطعی داریم که ممکنه داستان یه چیز دیگه باشه و ممکنه این سندا غلط باشه و فرضیه‌ای که ما داریم پیشنهاد میدیم اشتباهه، ولی این سندها با اینکه ممکنه خیلی قوی نباشه، ولی داستان تاریخ اسلام هم که از پیشنهاد مسلمان ها بوده و تاریخ مندان تا کلی مدت اینو بدون که هیچ کسی شک بکنه قبول کردن، تاریخ دانان غیر اسلامی این داستان اسلام و محمد و اینا رو تا کلی سال قبول کردم، اونا رو هم نگاه بکنی سندی که برای داستان اونا وجود داره اونا هم خیلی قوی نیست. خب من نمیگم کدوم درسته، ولی من میگم باید به جفت شک کرد. بله در مورد سکه، مورد دیگه بگم اینه که تمثیل کردن تو اسلام حرامه. شما اگه مجسمه شخصی رو بسازید به قول روایات اسلامی شما باید تو اون دنیا روح رو بتونید بهش بدمید و زندش بکنید و اینا. بعضی مکتبای اسلامی اینو فکر میکنن، انقدر هم به طور کامل نیست همه اسلام. خود معاویه سکه هایی که میزد عکس انسان روش بود. بله مورد دیگه که داریم تو جنگ احد، وقتی محمد ضربه میخوره، ضربه کاری میخوره و دندونش میشکنه و فکر میکنن که محمد مرده، ابوبکر برمیگرده که آقا کسایی که محمد رو میپرستیدن محمد مرد، اما کسایی که خدای محمد رو میپرستیدن خدای محمد زنده است. پس ما میبینیم که محمد ارزش آنچنانی در برابر اون اتحاد عربایی که تونسته بود به وجود بیاره نداشته و اون اتحادی که به وجود آورده بوده برای عرب توسط اسلام خیلی برای اونا مهمتر بوده و میتونستن از اون اسلام استفاده بکنن، در صورتی که محمد خب یه عاملی بوده بالاخره میمرده و اینا اطلاع داشتن که بالاخره میمیره و روسیه تبلیغ نمیکرده. البته این حدیث رو من جوریش که شنیدم، این حدیث رو ابوبکر موقعی گفت که محمد واقعا مرد، یعنی من نمیدونم کدوم حدیث رو میگین، چون که من این حدیث رو خوندم، ولی این حدیث نمیدونم حدیث بود یا اینکه توی طبری بود، نمیدونم کجا این حدیث هست یا نیست، ولی داستانی که من خوندم موقعی بود ابوبکر موقعی اینو گفت که زمان مرگ محمد بود. و ببینید این داستانا رو اولا ما نمیدونیم واقعیت داره یا نه، این داستانا رو خیلی موقع ها زمان عباسیان و امویان بعد سالها بعد تراشیدن به دلیل دلیل سیاسی داشته. خب مثلا یک کاربرد سیاسی که میتونه این داشته باشه اینه که سنی ها میخواستن، این ممکنه یک داستان ضد شیعه باشه که انقدر مثلا شیعه ها انقدر به اماماشون افتخار میکنن یا اماماشون رو میپرستن، ممکنه این داستانا رو تراشیدن که بگن ببینید ما سنی ها فقط حواسمون، ما تمرکزمون رو خداست نه روی هیچ انسانی. خب ممکنه اینا باشه، ما نمیدونیم هیچ کدوم از این داستانا رو، ما نمیدونیم اتفاق این اصلا این داستانا انقدر دقتشون زیاده که احتمال درست بودنشون خیلی کمه. میدونیم از چیه، یعنی هر چی دقت داستانا بیشتر میشه، شما برین حدیثا رو درباره محمد بخونین اصلا میدونن چه انگشتری رو دستش بوده، با کدوم دست غذا رو برداشته، موش چه رنگی بوده،
از کدوم در رفته تو کدوم اتاق موقعی که عایشه اونجا بوده. اصلا امکان نداره به این دقیقه کسی بتونه همینا رو رکورد کرده باشه. یعنی هر چی خیلی مسلمان‌ها بعضی موقع افتخار میکنن که چقدر دقت اینا بیشتر بوده، در صورتی که نمیدونن هر چی دقتش بیشتر باشه احتمال اینکه دروغ بودنش بیشتر میشه. ما از ناپلئون که انقدر نزدیک‌تر به ما بوده یا مثلا از کلی آدمای دیگه تو تاریخ به هیچ وجه قد دقت اطلاعات نداریم که از محمد زمانی که کسایی که دورش بودن اصلا قلم دستشون نبوده که سواد کسایی که بتونن اینا رو بنویسن انقدر پایین بوده. ما تونستیم انقدر رکورد دقیق، یعنی هیچ شخص تاریخی تو جهان انقدر رکوردش دقیق نبوده. یعنی خیلی به طور خیلی زیادی به نظر من واضحه که اینا رو سالها بعد خیلی ها اینا رو داستانها رو براش تراشیدن. بله، من خودم ترجیح میدم که کل داستان اسلام اولیه رو بپذیرم، جنایت هایی که کرده رو بپذیرم و مزخرف بودن تمام اون احادیث و روایات. آرمین جان یه پیشنهادم داشتم، یه پرانتز بذار، یه اسم میونم برای خودت بذار، دیاسپام استامینوفن کدئین. فکر کنم 3-4 درجه تب من رو آوردی پایین با این مهربونی که داری. مرسی، ممنون محسن. ممنون، مزاحمت نمیشم، بدرود. فعلا خداحافظ. البته من یه چیز کوچیکم بگم، اینکه ما چی ترجیح میدیم خیلی مهم نیست، به خاطر اینکه بالاخره واقعیت بر اساس اینکه ترجیحاتمون هست خیلی اثر نداره. و یه چیزی که بگم، محمد چه این داستانش واقعیت داشته باشه چه نداشته باشه خیلی یعنی خیلی میترسن که محمد این داستانش مثلا اعتقاد، یعنی خیلی از اسلام ستیزا میترسن که ما اگه بگیم این داستان واقعیت نداشته باشه اسلام ستیزی ما سخت میشه، برای اینکه کسی نبوده که مثلا این جرم و جنایت رو انجام داده باشه. نه، ببین چه واقعیت داشته باشه نداشته باشه خیلی مهم نیست. بالاخره اسلام یک دینیه که اعتقاد داره به یک کسی که این کارا رو کرده و میگه این کارا خوب بوده. حالا چه واقعیت داشته باشه چه نداشته باشه اسلام ستیزی ما جای نمیره. خب بالاخره حالا عقایدشونه که این آدم این کارا رو کرده و میگن خوبه. خب این خیلی خطرناکه. حالا چه اتفاق افتاده باشه چه نداشته باشه. شما یک والدمورت تو هری پاتر رو شما میتونید قضاوت بکنید. حالا والدمورت وجود خارجی نداره، فقط یه چیز افسانه‌ای، ولی بر اساس کاری که کرده ما میتونیم بیام قضاوت بکنیم که یه آدم بدی، حالا چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه.